درود به همگی بچه ها، امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشی. ویدیو امروز در مورد حقایقی که شاید شما اصلا ندونید، یعنی احتمال خیلی زیاد نمیدونید، حقایق خیلی عجیب، چه تو فیلم ها، چه تو سریال ها، چه تو انیمیشن ها، چه تو دنیای طبیعی، از نظر دید حیوانات، خلاصه کلی چیزای عجیب غریب که وقتی خودم داشتم این ویدیو رو آماده میکردم پشمام ریخته بود. یعنی خیلی چیزا هست که واقعا نمیدونستم. امروز آماده کردم برای شما، چون میدونم شما افرادی هستید که خیلی تلاش میکنید، خیلی کتاب میخونید و در زمینه مختلف خیلی تحقیق میکنید. گفتم حالا منم یه ویدیو بسازم، یه چیز مضاعفی باشه بر دانستنی های شما. البته اینا همه سارکازم، چون هیچ کدوم از اینا رو شما رعایت نمیکنید، ولی مهم نیست، من اینجا واسهتون ویدیو میسازم تا همه این چیزایی که خیلی سخت دونستنشو بدونید. البته نمیدونم اینا نکاتی هست، شاید بعضیاشو بدونید، شاید بعضیاشو ندونید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. خیلی ها اصلا سابسکرایب نیستن، خواهشن این کارو انجام بدید، اگرم نکردید به تخمم. مهم اینه که دوستتون دارم. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. خب بچه ها، ما هممون میدونیم که تو این دنیا چیزهای خیلی عجیب غریب زیاده. ما خیلی چیزها رو با چشم میبینیم، ولی به خاطر اینکه توجه زیادی بهشون نمی کنیم، واسه همین یه سری پیام هایی رو که این افراد میخوان به ما بدن و ما نمیگیریم. به طور مثال خیلی از انیمیشن ها و فیلم هایی که مثلا ما میبینیم تو طول زندگیمون، اگه بهش دقت زیادی کنیم میتونیم بفهمیم که کارگردان خیلی چیزها رو میخواسته به ما بگه. مثل ویدیویی که قبلا گذاشتم در مورد ایلومیناتی، نحوه اوست شدن تو فراماسون، که این انیمیشن کاملا توضیح داده، که اگه ویدیو ندیدید میتونید این بالا رو این علامت تعجب کلیک کنید و اون ویدیو رو ببینید. خب با هم دیگه بریم به سمت اینجور پیام ها. بچه ها، دیزنی کلا شرکتیه که خیلی کارا کرده برای بچه ها، خیلی کارتون های جاودانه ای ساخته و هممون باش خاطره داریم و دوست داریم. ولی دیزنی معروفه به نمادگراییش تو کارتوناش که کمتر کسی توجه میکنه. حتی خیلی از کارتوناش ابزار جنسیتی استفاده شده که واسه کودکان واقعا چیز عجیبیه، که معلوم نیست این واسه کودک‌ها ساخته شده یا واسه افراد بالغ. حتی واسه افراد بالغ هم دیدن چنین چیزایی بده. یکی از کدایی که خیلی دیزنی استفاده میکنه A113. بچه‌ها، کد A113 تو اکثر کارتونای معروف دیزنی هست، مثل Brave Little Toast، پرینسز و توی استوری و نمیدونم مونسترز و حتی تو سیمسون ها این کد استفاده شده. ولی چیز قابل توجه اینه که اصلا این کد چیه جریانش؟ آیا یه پیام شیطانیه، ایلومیناتیه؟ نه بچه ها، یکی از دانشگاه‌ها تو کالیفرنیا، اتاق شماره اتاق یکی از کلاس‌های دانشگاه هنر تو کالیفرنیا که اکثر انیمیتورهای معروف پیکسار تو دیزنی از اونجا فارغ التحصیل شدن، و A113 جریانش اینه. این اولین دانستنی بود که باید به تو میگفت. حالا میریم سمت ریاضیات. همه ما میدونیم هر عددی ضرب در 11 یکی از آسون ترین چیزایی که میتونیم انجام بدیم، مثلا 3 ضرب در 11 33، 4 ضرب در 11 44. ولی خب اگه عدد دو رقمی و بزرگ شه، مثل عدد 43، میخوام با یه مثال راحت ترین توضیح رو بهتون بدم که هر عددی رو به راحتی بتونید ضرب در 11 کنید. بچه ها، عدد 43 ضرب در 11، ابتدا باید 4 رو به علاوه 3 میکنی، یعنی رقم اول و دوم رو به علاوه رقم اول و به علاوه رقم دوم میکنی، همینجوری که میبینید میشه 7. بعد از این کاری کردید، 7 رو میذارید بین 4 و 3، میشه 473. 43 ضرب در 11 میشه 473. میتونید ماشین حساباتون رو در بیارید امتحان کنید. حالا اگه جمع دو عدد ما دو رقم میشه باید چیکار کنیم؟ که تو مثال بعدی براتون قشنگ توضیح میدم. مثلا 728، 7 به علاوه 8 میکنیم میشه 15. حالا ما 15 رو میذاریم بین 728، ولی 728 ضرب در 11 چنین عددی نمیشه. اگه جمع عدد دو رقمی شد، عدد سمت راست و پایین میذاریم، عدد سمت چپ رو به علاوه عدد اول میکنیم، میشه 858. 728 ضرب در 11 میشه 858. این روش ریاضیاتیه، امیدوارم به درتون بخوره. خودم خیلی حال کردم با این روش. میتونید هر عددی دوست دارید امتحان کنید، بعدش هم با ماشین حساب برید، همین راحتی. دانستنی بعدی بچه در مورد شرکت اپل. کلا شرکت اپل حاشیه زیاد داره، سوتی زیاد داره، فیل زیاد داشته، مخصوصا وقتی که داشتن فیس آیدی شون رو برای اولین بار نشون میدادن سوتی دادن و گوشی نتونست فیس رو بشناسه، که اینکه بزرگترین سوتیش. یکی از چیزای عجیب غریبی که باید بدونی، تنها دلیلی که سیب اپل گاز زده است به خاطر اینکه طرف مطمئنش این لوگو لوگوی سیب. من نمیدونم چه این کارو کردن، ولی این واقعیت داره. آرمشو گاز زده کردن که طرف مطمئنش این سیب. این واقعیت داره، خود کسی که لوگو رو طراحی کرده گفته، و اینکه خودم هم تعجب کردم چه این چیزی رو دیدم. ولی خب گازم نزده بود، البته راست میگه، شاید با هلو شلیل اشتباه گرفتش،
این دلیلی که اپل این کارو کرده. حالا میرسیم به پیامی که کارگردان فیلم جوکر داده. فیلم جوکر یکی از خفن ترین فیلمایی که من دیدم. اگه ندیدید بهتون حتما توصیه میکنم این فیلمو ببینید. واقعا فیلم عجیب غریبه، کاملا افسرده میکنه آدمو. من خیلی این فیلمو دوست دارم، اکثر سکانس شاخه. بچه‌ها کارگردان جوکر از اول فیلم تا آخر فیلم از عدد 11 تا 1 رو به ما نمایش میده. باید خیلی با دقت زیاد این فیلمو ببینید تا بتونید این پیامو رو بگیرید. این یکی از پیامایی که تو فیلم داده شده. اگه دقت کنید یه سکانس داره با روانشناسش البته دقیقا نمیس حرف میزنه، ساعت رو 11 و 10 است، یعنی 11 10. و این فقط اولین بار نیست تو این فیلم ساعت رو نشون میده و ساعت رو 11 و 10 دقیقه است. یه جا دیگه هم با ساعت رو نشون میده ساعت 11 و 10 دقیقه است. اینجا عدد 11 و 10 رو به ما نشون داد. سکانس بعدی همونجور که میبینید عدد 9 فکر کنم تو راپلای نمیدونم دقیقا مترو بود یا نه، یعنی 11 10 رو نشون داد. سکانس بعد دم در عدد 8 رو نشون میده. اینجا سر اینکه رفته پرونده ها رو بگیره عدد 7 رو نشون میده. پلیسا دنبالشن. اگه یادتون باشه اگه فیلمو دیدید ندیدید واقعا ببینید، اشتباه نکنید. از این هم عدد 6، یعنی 11 تا 6 و 11 10 9 8 7 6 رو نشون داده. عدد 5 که خیلی باید دقت کنید، اونجایی که تو مترو دارن دعوا میکنن اون گوشه بالا نشون میده. عدد 4 وقتی داره با موری حرف میزنه. بچه‌ها اینا نمیتونه غیر عادی، نمیتونه مثلا شانسی باشه، اصلا چنین چیزی امکان نداره. کارگردان بیاد 11 عدد رو شانسی نشون میده. عدد 3 داره تو دوربین نشونش میده. عدد 2 وقتی تلویزیون داره راجبش حرف میزنه. و عدد 1 آخر فیلم که دیگه جوکر شده بوت واسه مردم، ایس اونجا میبینید. یعنی 11 تا 1 از اول فیلم تا آخر فیلم عدد نشون بده. حالا دلیل این کارو من واقعا نمیدونم، خیلی هم تحقیق کردم آخرش هم دلیل این کارشو نفهمیدم. چرا این کارگردان کرد، چرا کارگردان این کارو کرد. ولی این تنها پیامای کارگردان نیست، کارگردان چند تا پیام دیگه هم تو فیلم داره که الان بهتون نشون میدم. مثل سوپر رتس، موشای بزرگ یا فوق العاده، حالا هر چی. بچا تو فیلم دائما دو تا موشو نشون میده. اول فیلم تلویزیون میگه که موشای بزرگ نیویورک، خیابونای نیویورک رو احاطه کردن. چند تا جای فیلم دو تا موشو همش با هم نشون میده. اگه بخواید اینجا اسلو موشن دقت کنید میبینید دو تا موش داره که فکر کنم پسر بتمن میشه از کنارش رد میشن. یه سکانس دیگه هم دوباره دو تا موشو نشون میده که داره میره. کلا خیلی عجیبه، من نمیدونم پیامش چیه. چیز خیلی مهم در مورد این فیلم که باید خیلی بهش دقت کنید، بچه‌ها جوکر تمام کارهای خوبش رو با دست راست میکرد و تمام کارهای بدش رو با دست چپ. هر وقت داشت یه چیز کمدی مینوشت با دست راست مینوشت و هر وقت داشت کسی رو میکشت با دست چپ میکشت. حتی یه سکانس هم نمیتونید توی فیلم جوکر پیدا کنید که اسلحه دست راستش باشه، که این چیز واقعا عجیبه. ناگهان اسلحه دست چپشه، اینجا چیزاشو با دست راست مینویسه. فقط یک بار داشته یه چیزی رو با دست چپ مینوشته که اونم داشته یه نقشه بدی میکشیده. کلا کارگردان میخواد بگه کارهای بدش رو با دست چپ میکرده، کارهای خوبش رو با دست راست. واقعا دمه کارگردان گم به کوچکترین نکات فکر کرده. بچه یه چیز دیگه خیلی خفنه قضیه این نام است. اون قسمتی که بولد شده همه به اونجا دقت میکنن. But my death makes more sense than my life. ولی قسمت بالاش متنیه که جوکر آماده کرده و دقیقا تو سکانس آخر وقتی به برنامه موری دعوت میشه میگه. If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. که دیدید همونو حرفی که نوشته بود و گفت، یعنی از قبل آماده کرده بوده که آخر میخواسته چیکار کنه. تو سال 1989 اولین جوکر یا بتمن میبینید اش تابلو بلو بویه. این واسه سال 1989 دقیقاً همین تابلو بعد تو همین فیلم جوکر هست. این نکته هم رعایت کرده کارگردان که دمش گرم. این دانستنیایی بود در مورد جوکر، امیدوارم لذت برده باشید. حالا میخوایم بریم چند تا لوگو رو با هم بررسی کنیم که چی شده، اصلا چه چیزی پشت لوگو است. آیا لوگو مثل فتوشاپ کارهای معمولی ما که میریم مثلا لوگو سفارش بدیم یه چیزی همینجوری میزنن، یا کلی نکته پشتشه؟ نه، اکثر لوگوهای معروف دنیا کلی نکته پشتشه، مثل تویوتا. بچه تویوتا از این بشقاب پرنده الهام گرفته شده، ولی تنها این دلیلش نیست. لوگوی تویوتا لوگویی که تمام تک تک کلمه تویوتا توش برده شده، یعنی تیش او وای او تی آ، یعنی توی لوگو کل نوشته تویوتا برده شده.
حالا میرسیم به لوگوی پپسی. خفن‌ترین لوگوی دنیا از نظر من، خیلی تغییرات داشته. حتی لوگوی پپسی انقدر بچو پیچیده است که اگه در موردش تحقیق کنید هیچی نمیفهمید. یعنی کسی که اونو طراحی کرده با کلی چیزا و فرمولا و این چیزا انجام داده، حتی سنداش هست تو اینترنت. کلا خیلی لوگوی خفنیه، تغییرم پیدا کرده تو طول سال، میتونید در موردش تحقیق کنید. ولی خفن‌ترین و عجیب‌ترین شایعه در مورد لوگوی پپسی مخفف حرف پپسیه، که اگه دقت کنید مخفف حرف پپسی میشه pay every penny save Israel، یعنی هر پنی که تو خرج کنی برای نجات اسرائیله. البته من نمیدونم این شایعه است یا واقعیت، این چیزی که خیلی وقت دارن میگن که اگه دقت کنید pay every penny save Israel میگن، بچه روسیش میشه اسرائیل، واسه همین چه این تلفظی کردم. اینم یه چیزی بود در مورد پپسی، کلا خیلی حاشیه پشت پپسی است. خب بچه ها، حالا میخوایم بریم دید حیوانات رو ببینیم. ما هر کدوممون یه جوری دنیا رو میبینیم، ولی حیوانات چه جوری دنیا رو میبینن؟ آیا مثل چشم ما میبینن؟ چند تا رنگو میبینن؟ چه جوری؟ بچه ها اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم، اول از همه بریم دید اسب رو ببینیم. ماها چشامون جلومونه، ولی اسب چشاش دو طرف. این دید اسب بدبخته که میبینید وسط رو نمیبینه، یعنی قشنگ چپ و راست رو میبینه. دید بعدی که باید با هم دیگه ببینیم که خیلی هم عجیبه به نظر من، فکر کنم دید عقاب باشه، نه دید مار، ببخشید بچه ها. ببینید مار چجوری میبینه، انگار بلاد هان تو ایپکس اولت کرده. یعنی کلن آدم ها رو اینجوری میبینه. این اسلحه حرارتی ها رو دیدید؟ این هم دید عقابه. دید عقاب واقعا پشم ریزونه، یه جور خاصی میبینه. و اما دید موش، بچه یه چیز خیلی خفن در مورد موش، موش همه جا رو اسلو موشن میبینه. یعنی من باورم نمیشه، یعنی همه چی رو اسلو موشن میبینه. من اینو نمیدونستم. تصور کن همه چی رو اسلو موشن ببینی و خودت به سرعت عمل کنی. حالا من نمیدونم چه چیزی پشتشه، ولی این دید موشه، میبینید که همه چی رو اسلو موشن میبینه. و اما دید پشمریزون ماهی، بچه‌ها ماهیا تو اعماق اقیانوس، عکس بالا اگه ما تو اعماق اقیانوس باشیم اونجوری میبینیم، و عکس پایین همون اعماق ماهی اینجوری میبینه. ماهی دو تا چشاش مثل چراغ قوه است، یعنی کارکرد چراغ قوه رو داره. میبینید که ماهی چجوری میبینه و ما چجوری میبینیم. واقعا دم خدا گرم، پشمای آدمو میریزونه با این کارش. حالا میخوایم ببینیم چه حیوانی تو چه مدت بدون غذا میتونه زندگی کنه. رکورد دست دو تا حیوانه با تفاوت خیلی زیاد. رکورد اول علمه که من واقعا نمیدونم جزو خانواده سمیاس چیه، 10 سال بدون غذا میتونه زندگی کنه. رکورد دوم دست خودمه، 1 ساعت هم بدون غذا نمیتونم زندگی کنم. ولی شوخی کردم، رکورد اول دست این آقاست، نمیدونم تاردیگرید، حتی معنیش به فارسی هم نمیدونم چیه. 30 سال بدون غذا میتونه زندگی کنه، رتبه 1 تو کل کهکشان و زمین داره. اصلا کلا تنها جانوری که بیشتر از این هیچ جانوری نیست. 30 سال بدون غذا میتونه زندگی کنه این چاق و چله خپلو، خیلیه 30 سال. و اما کوتاه‌ترین عمر دنیا رو این پشه داره، میفلای، حالا نمیدونم تلفظش رو درست میگم یا نه، بدبخت 24 ساعت زنده است. رکورد بعدی دست این کوسه گرینلند، 270 سال زندگی میکنه. من فکر میکردم لاک پشت بیشترین عمر رو داره، ولی اینجوری که تو اینترنت گویاست دست ایشونه. ولی فکر نکنید این آخرشه، مطمئنم بشماتون میریزه. این یارو که نمیدونم یارو عروس دریایی چیه، عمر جاودانه داره، هیچ وقت نمیمیره. یه جا در موردش خوندم، دانشمندا دارن در موردش تحقیق میکنن که ببینن چه جوریه که این اتفاق افتاده. فرض کنید روزی بیاد ما عمر جاودانه داشته باشیم، من نمیدونم قرار دنیا چه شکلیشه، یعنی همین جوری زمین پرجمعیت‌تر. البته خدا رو چه دیدی، شاید کشف شده. الان خیلی مسائل هست که پولدارا یه هزینه ای رو میدن وقتی میمیرن، از جسمشون کاملا، نه اساس فناوری مومیایی هم بالاتر، یه جوری ازشون نگهداری میکنن که اگه یه روزی تونستن مرده ها رو برگردونن، اونا تو لیست باشن. این قضیه واقعیت داره، در موردش هم میتونید تحقیق کنید. پول خیلی زیادی هم باید بدی که اکثر سلبریتی ها و پول داره. وقتی میگم سلبریتی ها، منظورم سلبریتی ها نیست، سلبریتی های خیلی خفن. بچه اینا فکت های عجیب غریب بود، ویدیو تموم شد. من اینو واسه همین جوری گذاشتم قسمت اول. اگه دوست دارید این چیزای عجیب غریب بیشتر بدونید، حتما برام بنویسید، مطمئن باشید براتون میسازم، چون خیلی عجیبه. هم اطلاعات خودم میره بالا، هم اطلاعات شما. من که خفن‌ترین فکتی که اینجا دیدم تو کامنت برام بنویسید کدوم بود. من که فهمیدم که یه حیوانی، یه حیوان که نه،
وقتی فهمیدم حالا عروس دریایی عمر جاودانه داره، مطمئنم یه روزی اون روز میاد، ولی نمیدونم هستیم یا نیستیم. ولی من دوست ندارم تو اون زمان باشم. اگه قراره کسی عمر جاودانه، دوست دارم من اصلا نباشم تو اون دوران. همینجوری زندگی عادی بهترین چیزه. و اینکه همین، امیدوارم ویدیو خوشتون اومد. بچه‌ها اگه ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید، اگه جدیدید سابسکرایب کنید، اگرم نکاتی دارید کامنت بذارید. همین، هر جا هستید موفق باشید. اولین آرزوی من برای شما اینه: اول پولدار شید، بعد سلامت باشید. Goodbye.